مردم عزیز، سلام و درود بر شما. اما مار طویل کمر شکسته جنگ که از افغانستان رفت به اوکراین چرخید به طرف اسرائیل، قرار است دوباره به طرف دم خود بچرخه که او افغانستان است. فعلا ملا برادر معاون رئیس الوزرای طالبان در تهران به سر میبره. احمد مسعود از 2 هفته پیش هم مهمان خاص ایران است. احتمال داره دیدار برای جورآمد و همسویی بین دو طرف سازماندهی شود به کمک ایران. در اطراف اسرائیل اوضاع به نقطه غلیان نزدیک شده میره، یعنی چند نقطه است که به اصطلاح می جوشه و به غلیان رسیده. خب اول افغانستان در اینجا زودتر از موعد، یعنی 1 ماه هم 29 روز از جنگ تیر شد، نخستین اثراتش در افغانستان دیده شد. 3 مامور موساد دستگیر شدن در مرزها و همچنان تلاش ها به خاطر کنترل افغانستان و ایجاد یک اتحاد زودرس بین طالبان و مقاومت در دستور کار است. خب بعد از جنگ در اسرائیل، پویایی های مخفی و عملیاتی در محور افغانستان بین قدرت های محور منطقه‌ای صورتی در جریان است. خطر جبهه گشایی علیه ایران از مسیر افغانستان از 1 طرف، تحرکات روسیه و ایران برای نزدیک کردن طالبان و مخالفان از طرف دیگر سرعت گرفته. امریکایی ها مایل هستند که آخرین قمار خود با قطعه طالبا و دیگر دستجات نیابتی آغاز بکنند که ممکن است موفق شوند یا نشوند. چرا؟ مجری برنامه که وارد از پاکستان باشد پیش ها پیش در معرض ضربات سخت داخلی قرار دارد. حرکت به طرف آسیای میانه یا ایران ای بار برهمزنی وضعیت در داخل ایران بیشتر در دستور کار است. چرا؟ ایران است که در خاور میانه با اسرائیل و امریکا در جنگ است. در واقع جبهه حزب الله و یمن و کتایب عراق به نحوی از نزدیکترین آدرس، یعنی از افغانستان علیه ایران میخواهند که عملیات از اونا جبران شود. چرا؟ حزب الله یمن و کتایب اینا علنا حملات خود بر اهداف امریکایی و اسرائیلی شروع کرده. این هیئت تجارتی که از کابل اونجا به رهبری ملا عبدالغنی برادر در تهران دعوت شده، به اصطلاح هدفش گسترش روابط تجارتی خوانده شده، خود در عرف به اصطلاح اعلامیه نویسی رسمی. اما این سفر در حقیقت یک سفر خاص اپراتیفی و سیاسی در وضعیت خاص پس از آغاز درگیری ها در محور غزه فلسطین است. خب چطور؟ در اینجا بیشتر گفتیم که یک اجماع منطقه‌ای، تحرکات منطقه‌ای آغاز شده بر کنترل طالبان و کنترل افغانستان. به نظر می رسد که مسکو و تهران عملیات خونساسازی گشایش جبهه از افغانستان بر ضد ایران یا روسیه را با جدیت از قبل زیر نظر داشتن و حالا دنبال میکنن. سفر ملا برادر در آستانه جلسه ای است که قرار است در روسیه با حضور احمد مسعود برگزار شود. البته خب پیش از پیش فکر میشه، چون ملا برادر و احمد مسعود اگر ملاقاتی انجام بدن، محتوای گفتگوی اینها هرچی باشه، سیاه و سفید یا خاکستری، بنابر تلاش های ایران و روسیه چون انجام میشه، در جلسه مسکو در سخنرانی احمد مسعود بازتاب خواهد یافت. خب البته رفع تقابل حتی جنگی عاجل هدف اصلی مساعی چند جانب است تا بین دستجات مخالف طالبان و خود طالبان یک همسویی با وجود بیارن. این فشار منطقی است. البته ما دیدیم که حوادث مرموز که تا حال هیچ سابقه نداشت از سرحدات افغانستان به طرف ایران اتفاق افتاد که 3 مامور
ایرانی الاصل موساد، یعنی طوری که ادعا شد دستگیر شدن به کمک طالبان در مناطق کوهستانی ای دو کشور. اونا شدن برال، اونا قصد داشتن که پهپادهای انتحاری را از مرز و او طرفی بسیار گپ مهم است. ای بود مسئله. ای سر دنب مار کمر شکسته جنگ که رفته بود از افغانستان به اوکراین، از اوکراین چرخیده باز محور غزه و فلسطین، پس دوباره به دم خود میچرخه. خب در محور فلسطین، جهنم غزه، سخنگوی صلیب سرخ اعلام کرد که کمک های بین‌المللی به غزه باید عاجل رسانایی شود، به دلیل از اینکه وضعیت ساعت به ساعت فاجعه بار شده است. براسی چی چیزی نیست که نشد. همزمان در منطقه تهدیدها علیه که دیگه در جریان است، تهدید نتانیاهو در تل‌آویو، تهدید بلینکن در سفرهای منطقه ایش، تهدید سخنگوی یا وزیر دفاع ایران، تهدید مستقیم بود که دیروز اعلام شد. وزیر دفاع ایران گفت که توصیه ما به امریکایی است که فورا جنگ متوقف بکنیم، آتش بس اجرایی بکنیم، در غیر این صورت صدمات زیادی خواهید دید. خب گذشته از این صدمات زیاد، در جبهه جنوب اسرائیل و در شمال اسرائیل جنگ بسیار شدید روان است. از 6-7 ساعت اخیر خاصتا بسیار شدید شده. آژیرهای خطر در ده ها شهر و منطقه از فلسطین اشغالی شنیده شده. راکت ها متواتر پرواز میکنن به طرف شهرک ها. خبرنگار الجزیره گزارش کرد که صداهای انفجار بسیار شدید در خود پایتخت اسرائیل به گوش میرسه. این چیزایی است که در شبکه‌هایی که به شدت زیر سانسور هستن، تلویزیونایی که شما میبینین، اینا زیاد این مسائل منعکس نمیشه، چرا پالیسی هم هست. منابع ایبری در خود اسرائیل خبر میدن که 3 موشک کاتیوشا، همین کاتیوشا ما شما که در افغانستان میشناسیم، همین سکر 20 و سکر 60 و سکر 40، این موشک های کاتیوشا هست، از جنوب لبنان، یعنی از بستر خط جنگ حزب الله و کریات شمونه در شمال فلسطین شلیک شده. و ما شما میفهمیم که کاتیوشا صدای بسیار خطرناک داره که هر کس که صدا رو شنیده در نزدیکیش ترکیده تا آخر عمر صدا را فراموش نمیکنه. سرجم گزارش ها در اسرائیل از جنگ پراگنده نشان میده که 61 تانک در مجموع تخریب شده، تانک اسرائیل در جنگ حماس و حزب الله در 29 روز جنگ. خب 61 تانک، حال شما ضرب بزنین، با هر تانک 3 میلیون دلار قیمتش است. در داخل اسرائیل اعتراضات علیه شخص نتانیاهو در جریان است. تظاهرات خانواده های اسرائیلی که اسیرانشان پیش حماس است برای آزادی بستگان خود جریان دارد، حتی با درگیری با نیروهای امنیتی منجر شده، خواستار استعفای نتانیاهو هستند. این گزارش آرتی تلویزیون روسیه گزارش داد. همچنان در سراسر جهان یک موج از اعتراض و دادخواهی به خاطر توقف قتل عام‌های بی‌رویه و ناموجه غیر نظامیان در غزه در جریان است. معترضان طرفدار فلسطین در ترکیه دو مسیر کشتی نظامی امریکا را سد شدند. این کشتی نظامی تدارکاتی طرف اسرائیل می رفت. معترضان از طریق یک اصطلاح خبر شدند که می بره کمک و لوجستیک و تجهیزات، اونا را با دیگه دستجات فعال ضد جنگ، اونا خود با کشتی چسبانده بودند جلو ارسال تسلیحات نظامی را بگیرند که با مداخله پلیس و شلیک گاز اشکاور اینا رو پراگنده کردن، کشتی را به طرف اسرائیل. وزیر دفاع اسرائیل حرف اصلی خود
هر صبح که از خواب میخیزم و حرف خدا میگه، میگه بعد از جنگ حماسی در غزه وجود نخواهد داشت. ایر تصویر داده نمیتونه که بعد از جنگ وضعیت اسرائیل به چه ترتیب خواهد بود. اینو فقط تنها حماس میبینه. آماده پیروزی در غزه هستیم. شما آماده هستیم. طرف مقابل و چی کاری آماده است؟ خب این میگه که حتی اگر جنگ یک سال طول بکشه، بعد از یک سال چی خواد کردیم؟ اقتصاد اسرائیل در ظرف یک سال کاملا فرو می پاشد. این کشور دست و دان میشه. یک دست به یک طرف کمک، مثل زلینسکی. این تازه آغاز کار است در یک ماه اول. حماس بیانیه رسمی داد. البته سخنگوی شبکه الجزیره ایرا منعکس کرد که با شبکه الجزیره سخنگو صحبت کرده، ما با موشک های هدایت شوندی ضد زره آل حمله میکنیم. او موشک ها آلیاسین 105 نام داره. در 24 ساعت 24 ماشین جنگی اسرائیل منهدم شده. حماس در خطوط پیشروی اسرائیل در شمال غرب و جنوب شهر غزه بیت حانون آل در جنگ است. گزارش جنگ ارتش اسرائیل اصلا نمیده، چون چیزی برای گزارش نیست. حماس میگه که غزه در معرض نابودی سیستماتیک است. در اینجا قانون جنگل حاکم است و جنگ ما همون جنگی است که تعریف شده. در این جنگ که ارتش اسرائیل زیاد اطلاع رسانی نمیکنه است که حوادث غافلگیرانه بسیار اتفاق افتاده. در جناحین، در عقب و از فاصله های صفری بالای سربازهای اسرائیل حمله شده است. زلنسکی قرار است بره به اسرائیل، اما علالا بره چی فایده؟ زلنسکی کی هست حالا که اسرائیل بره؟ اما ای آدم گفته که جنگ غزه تمرکز توجهات غرب از اوکراین به اسرائیل منتقل کرده. جالب نیست؟ ثمر عشق همان بود که ما می گفتیم. همونطور نیست؟ اسرائیل حال مهمتر از یک کشور دست نشانده اسلاوی مثل اوکراین است. اونا به اسرائیل اجازه میدن که هر قدر بخواهن بمباران کنن، اما ما شما در 2 سال جنگ شاهد بودیم که به اوکراین اجازه ندادن که حتی برای حمله به یک قریه در داخل روسیه از موشک استفاده بکنن. یادتان است؟ از امو وقت معلوم می شد که زلینسکی به اصطلاح فرزند اصلی امریکا نیست، فرزندی است. هدف روشن بود. اوکراین قرار نبود برنده شود. قرار بود به عنوان یک جبهه فشار علیه روسیه باقی باشد تا در تعاملات رویش شرط بندی شود. اونا فقط به خاطر دستاوردهای استراتژیک امریکا برای فشار دادن روسیه بودند. آل زلنسکی موضوع را فهمیده، اما آل دیر شده. یادم باید در اعضای صلحی که آل اوکراین به یک منطقه حائل تبدیل کنه دست کم، اگر نخواهی میگم کس قبول نداره، بخشای بزرگ از اوکراین و بخشایی را که روسیه میخواهد خطکشی هایی که انجام میده باید قبول بکنه و واگذار بکنه. این بهترین نمونه است برای کشورهای که میخوان کشور خود به عنوان جبهه فشار یک کشور خارجی دیگه قرار میتن در برابر خطرات. ما میشنوم که تمام از تمام شبکه های ایرانی، کس ایرانی هایی که در خارج از ایران هستن، کارشناسا، کسایی که در نهادهای آمریکایی کار میکنن، از سخنانشون بوی از این میاد که امریکا باید هر چی زودتر بره ایران بزنن. اونا لااقل از افغانستان هیچ چیز نیاموختن. از اوکراین چیز نیاموختن.
و فکر میکنن که فرزندای اصلی نظام لیبرال دموکراسی امی چند نفر ایرانی هایی که اونجا پیر شدن. بدترین اشتباهی است که وقتی ما میبینیم ما متوجه میشیم. اینا متوجه نیستن وقتی که یک کشور را دعوت میکنن که بیا کشور ما را بزن که ما بیایم سر قدرت. اینا دیر از ایران دور هستن، هر کدامش 40 سال 35 سال از درک پدیده به نام سپاه پاسداران، نظام اسلامی، جمهوری اسلامی و تغییراتی که در جامعه ایران آمده، درس هایی که گرفته شده از ویرانی افغانستان، از تباهی عراق، از بربادی اوکراین، اونا در خواب دیگه هستن. خب برحال این موضوع رو ما میمانیم به یک بحث دیگه. نتانیاهو و گزارش یروشلم پست باز هم گفت که ما تا آخر می جنگیم. خب تا آخر شما نمی جنگیم، طرف مقابل تا آخر می جنگه. ما این خبر از این زاویه می بینیم. در 24 ساعت گذشته پیاده نظام و نیروهای زیری اسرائیل در غزه عملیات میکنن. میگه ما عملیات میکنیم، یک چیزایی رو نشان میدن. کجا عملیات میکنیم، در کجا معلوم نیست، دستاورد معلوم نیست. یک جایی رو یک سوراخ رو نشان میده، میگه این تونل است، اما ما کور دیدیم مثل چای سپتیک بود. خبررسانی شفاف فعلا ممنوع است، همین که ممنوع است دستاورد وجود نداره. هیچ شبکه تونلی در تصرف اسرائیل نیست، سانسور خبری اعمال میشه و در حال انتقال به یک مرحله جدید نبرده هستن که نمیفهمن در کجا و چگونه انجام بگیرن. یعنی مثلا شما ببینید یک ویدیو را پخش کردن، پخش شد از یک فرمانده اسرائیلی که دفعتا در کمین حماسی ها قرار گرفته. این به ستاد ارتش اسرائیل و فرماندهی مخابره میکنه، میگه که بیاین با کمک ما، بیاین در اطراف ما، در اطراف امی تانک، در امی ماشین زیری، هر چی که هستی رو بکشین و عرق کردن و میگه هر چیزی که از زود برسین، کسایی که در اطراف تانک های ماست اینا رو بکشین. ما میگه ما در یک جاده هستیم که به سمت جنوب است، با موشک ها و تروریست هایی که به سمت ما آمده میرن مواجه هستیم، نفر مجروح هم داریم، تشخیصشان سخت است، برسیم. جنگ به اینی شکل است. جنگ هوایی که جنگ یک طرف است، خاصتا برای درو کردن غیر نظامیان طراحی شده بود که الحق پردستاورد و موفقانه بود. اما در زمین، در زیر زمین ما فعلا چونی چیزی رو نمیبینیم. خب مثلا میگه که ما با استفاده از آتش هوایی، توپخانه و خمپاره تعداد از اینا رو میکشیم، چطور و چیکار، در کجا؟ با خبرنگاران چرا اجازه ورود داده نمیشه؟ خمپاره جایی رو کسی رو کشتین، مردایش کجاست؟ متوجه میشین مردم؟ در این جنگی که نابرابر و غیر عادلانه است، اینی که چیزا روان است. همزمان اقامت 3 ساعته بلینکن در بغداد به نظر می رسه که دستاورد نداشت. بلینکن در سفرش به منطقه موفق به تشکیل یک اتحاد علیه ایران و حماس نشد. یک سفر ناکام است. این همزمانی که بلینکن رفته در منطقه می گرده، بیش از 100 حمله هوایی اسرائیل در 1 ساعت انجام گرفته، زمین میلرزید، سراسر نوار غزه. ایرا وائل دهدو روزنامه‌نگاری که اونجا حاضر بود خودش میگه، میگه خشنترین بمباران از زمان آغاز تجاوزات اسرائیل است. وقتی که شبکه‌های خبری رو شما میبینین، دستاوردش چی است؟ دستاورد نیست. البته یک دستاورد است، قطع کامل کلی خدمات ارتباطی و اینترنتی به نوار غزه، قطع آب، اضافه شدن هر 500 یا 400 غیر نظامی کشته شده در هر ساعت،
اینا هست. اگر شما به حساب دستاوردها حساب میکنین، بله است. خب ای خوبه کنار، رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگه که مهر لحظه آماده حمله در شمال است، یعنی سر حزب الله، درست؟ نمیگه که چه نوع حمله، او همو حمله است مثل که در غزه میکنه، هواپیما ها میره، هر چیزی که در شکم خود داره اونجا میریزه. جنگ پیاده در شمال کسی انجام نداده، اما این منطقه ساعت به ساعت به جوش میاد. گزارشاتی که ما داریم همزمان یک گروه دیگه به نام پسران ابو جندل اولتیماتوم 24 ساعته داده برای محمود عباس بر اعلام جنگ با اسرائیل. در اینجا این آخرین نقطه جوش بود که من برای شما نشانی کردم. تا ساعتی که در خدمت شما حاضر میشم، بدرود.